بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحاب طاهرین. مواصلان نهایت گرانقدر، امید که ایام خوب و خوش را سپری کرده باشین و از گزند حوادث در امان خداوند متعال جل جلاله بوده باشین. مواصلان نهایت گرانقدر، روی این مسئله اساسی و بنیادی که در چهارمین جلسه درسی من و شما با هم به بررسی و بحث خواهیم گرفت، بحث تحت عنوان نظام‌های حقوق معاصر و توحید بین المللی حقوق می باشد، یا به عبارت دیگر نقش نظام‌های حقوقی معاصر در ایجاد و توحید و وحدت قواعد بین المللی چه نقش محوری و اساسی را دارا می باشد. روی این مورد حرف بحثای را با هم خواهیم داشت. مواصلان نهایت گرانقدر، بشریت همواره از زمانهای خیلی گذشته بدین سو بدین سعی و تلاش بوده است که تا بتواند در وحدت حقوقی گام بردارد، یا به عبارت دیگر بتواند گام های عمده و اساسی را در مورد وحدت حقوقی جهان داشته باشد و در نتیجه آن باعث گردد کشورها از هرج و حرج حقوقی و پراگندگی ها جلوگیری داشته باشند. یا به عبارت دیگر گفته می توانیم که موضوع وحدت حقوقی یا ایجاد و همسانسازی قوانین نه تنها از شرایط معاصر بلکه از گذشته ها نیز در این راستا وجود داشته است، که ضرورت موجودیت مقررات متحد الشکل خواه در سطح بین المللی و خواه در سطح ملی از موضوعات بحث برانگیز و اختلافات‌های جدی در میان بشریت بودم. و تجدید آن و بالاثر این بحث ها هنگامی که مواصلان گرامی تجدید فعالیت های حقوقی در جهان آغاز کردید و بالاثر آن آنتون ها را آورد به تدریس قواعد حقوقی، اینجا بود که دانشمندان و علمای حقوق بدین عقیده بودند که باید به صورت کاملا منطقی و به نحوی که قابل قبول برای افراد مختلف بوده باشند مقررات متحد شکل را در داخل مرزها ترتیب و تنظیم کنند و بعدا اینها را متوسل شوند و ایجاد مقررات متحد شکل در سطح بین المللی. بنابراین یک سلسله بحث‌های در اینجا مطرح کردیم. بعد از اینکه اندیشه ملی‌گرایی یا به عبارت ساده‌تر اندیشه بحث ملیت و بحث تحت عنوان بحث ملیت‌گرایی و اندیشه تحت عنوان خواسته‌های جدا جدا و تشکیل کشورها مطرح کردید، از قرن 19 به بعد یک سانسازی مقررات حقوقی محدود شد و داخل کشورها و یا به عبارت ساده در فراتر از سایر کشورها و جهتها مطرح نگردید. بنابراین اینجا است که مواصلان نهایت گرانقدر کشورها رو می آورند و تدوین ساختارهای حقوقی خودشان، مثلا فرانسه در سال 1804 و همچنان قانون مدنی ناپلیون، آلمان در سال 1896، ایتالیا و همینطور کشورهای دیگر رو می‌آورند و تدوین ساختارهای حقوقی خودشان. بنابراین اینجاست که نقش بسیار عمده این تدوین ساختارها و ظهور جنبش قانون‌گذاری سبب می‌شود که دیگر کشورها و همان آرمانی که دارند که وحدت حقوقی مشترک در سطح جهانی باشند و این آرمانشان به صورت اساسی رسیدگی کردن تانند. بنابراین مواصلان نهایت گرانقدر، روی شیوه های وحدت حقوقی و روی این که چگونه ما ساختار وحدت حقوقی را با ایجاد کنیم در سطح جهان، علی‌رغم این مورد یک سلسله بحث های متفاوت مطرح گردیده است. بحث های متفاوت توسط نهادهای متفاوت و مختلف مطرح گردیده است در برهه های مختلف تاریخی که گاهی و توسعه نهادهای حقوقی و اصلاح قوانین و گاهی هم منجر به ایجاد یک سلسله ساختارهای حقوقی متفاوت گردیده است. بنابراین مواصلان نهایت گرانقدر، ما در مورد وحدت قواعد حقوقی دو دید کاملا متفاوت و متعارض را دارا می باشیم.
دید اول مؤسلان گرامی اعتقادشان این است که هر نوع وحدت حقوقی را منتفی میشمارند و بیان میکنند که بحث تحت عنوان وحدت حقوقی اصلا ناممکن است که ما در جهان قوانین واحد داشته باشیم. اونا استدلالات خاص خود را دارند که با توجه به آداب رسوم اول تفاوت ساختاری را بیان میکنند که ساختار جوامع مختلف است، در جوامع گروه های مختلف زندگی دارند. اول دوم تفاوت در آداب، رسوم، مذهب، اخلاق، اعتقادات و بحث های دیگر که مطرح می باشد. سوم، تمایلات سیاسی و اندیشه های اجتماعی سبب می شود که ما نداریم قوانین واحد داشته باشیم. و همچنان بحث تحت عنوان عرف حاکم در جامعه که همه این موضوعات به صورت کلیدی و اساسی بحثی از تحت عنوان موجودیت مشکلات عمده در جامعه بشری می باشند. بنابراین اینجا است که مؤسلان نهایت گرانقدر ما با مخالفت های گسترده در این راستا مواجه می شیم و همچنان مخالفین یا کسانی که مخالف وحدت حقوقی در سطح جهانی هستند ایشان اعتقاد دارند، باور دارند که هر نوع وحدت حقوقی سبب خواهد گردید که ما با نوعی از مشکلات های گسترده مواجه شویم و ارادی ملی قانون گذاری ملت ها منتفی می شود. خب مؤسلان نهایت گرانقدر، اما موافقان در این راستا هم وجود دارد که طرفدار وحدت قواعد حقوقی در سطح جهانی می باشند. موافقان استدلال بحثشان اینجا این است که باید به صورت اساسی، کلیدی و گسترده ما باید با وحدت حقوقی تمایل داشته باشیم. چرا؟ چند دلیل عمده است. اول، از اختلاف و حرج حقوقی جلوگیری می شود. دوم، منتج به ایجاد ارزش‌های اساسی در جامعه می شود. و سوم، باعث می گردد که کشورها توانسته باشند از حرج حقوقی و اختلافات بیرون شوند. بنابراین این مقررات ممکن است در جامعه صورت بگیرد که با ساختارهای متفاوت اجتماعی سیاسی بوده باشند و یا تحت عوامل متعدد قرار داشته باشند. بنابراین پس ما در اینجا باید فراتر از بحث‌های اجتماعی، قواعد اجتماعی و روابط اجتماعی قواعد حقوقی را تنظیم بداریم. بنابراین مؤسلان نهایت گرانقدر، پایان دو جنگ جهانی در قرن 20 بیشتر با وحدت قواعد حقوقی اشارات در این راستا داشتند، اما تلاش های صورت گرفتن به اثر یک سلسله عوامل منتفی بودن و از قابلیت کارایی خود را گذاشتند. خب مؤسلان نهایت گرانقدر، حالا ما به این بحث باید بپردازیم که چی نیازه ما باید با وحدت قواعد حقوقی در سطح جهانی داریم و طرق ایجاد نظام حقوقی واحد چی گونه خواهد بود در سطح جهانی. پس ما روی این مسئله با هم حرف بحثهایی را خواهیم داشت. خب مؤسلان نهایت گرانقدر، ما می‌پردازیم به این که نیاز بشریت و وحدت قواعد حقوقی چی است در سطح جهان. چرا کشورها و افراد بشری باید رو بیارند به ایجاد ساختارهای واحد حقوقی در سطح جهانی. در یک دستبندی کلی مؤسلان گرامی موضوعات حقوقی را گفته می‌دانیم که بسی بحث تقسیم می شود، مواردی که بحث داخلی دارد و مواردی که بحث فرامرزی یا بین‌المللی دارد و مواردی که مقررات خاصی است که کشورها آنها را تطبیق می کنند. مؤسلان نهایت گرانقدر، من این موضوع را به جهت معلومات بیشتر شما می آیم براتان تقسیم بندی می کنم در 4 شماره اساسی که چی نیاز از بشریت باید با وحدت قواعد حقوقی برسند، یا به عبارت ساده تر ما چی نیاز داریم که بشریت با وحدت قواعد حقوقی برسند. اول جلوگیری از اختلافات است، اختلافات گسترده. دوم جلوگیری از حرج حقوقی و تدوین ساختارهای واحد در سطح جهان می باشد.
سوم، محصلان گرامی، آداد مشترک و خواسته های مشترک بشریت، و چهارم، تجارب بشریت نشان دادند تا هنگامی که وحدت حقوقی در جهان وجود نداشته باشد، ممکن نیست که صلح نسبی حاکم گردد در جهان. خب، حالا می‌پردازیم به این بحث محصلان گرامقدر که طرق یا شیوه های ایجاد نظام حقوقی واحد چگونه خواهد بود. ما سه بحثی را خواهیم پرداخت. اولی است که یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح ملی است، و دوم در سطح بین‌المللی، و سوم هم یکسانسازی مقررات در سطح جهانی است. محصلان گرامی، که ما به کمک آن خواهیم توانست در سطح بین‌المللی به ایجاد یک سلسله مسائل برسیم و همکاری های خود را در این راستا داشته باشیم. خب، محصلان گرامی، حالا می‌پردازیم و بحث تحت عنوان یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح ملی. محصلان نهایت گرانقدر، به منظور ایجاد یک ساختار حقوقی منسجم و واحد در سطح جهانی، ما باید قواعد و مقررات را نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در سطح داخلی نیاز است که ما واحد داشته باشیم و گونه واحد این مقررات وجود داشته باشد. یعنی تقریبا در کلیه کشورها نیاز فرایند اصلاح مقررات موجود با وضع قوانین در جریان بوده باشد، یا به صورت مستمر مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. بنابراین محصلان گرانقدر، تحقیقات صورت گرفته در این راستا در قالب قوانین، پیشنهادات و اصلاحاتی که مطرح میگردن برای با بررسی عملی این میانجامد که این بررسی های عملی منتج خواهد گردید که ما در این راستا به یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح بین‌المللی گام برداریم. یا به عبارت ساده تر برایتان تعریف کنم، این را با خود یادداشت بگیریم تعریف را، که یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح ملی همانا روشی است، طریقه است که در محور آن قوانین کشورها در سطح داخلی در موضوعات واحد می باشد. مثلا چه بوده؟ مثلا فرض میکنیم در مورد قانون شرکت های تجارتی، قانون مالیات افغانستان با پاکستان باید واحد بوده باشد، یا افغانستان با ایران باید واحد بوده باشد. معنای بس اینجا این است. خب، محصلان نهایت گرانقدر، حالا می پردازیم به این بس که که وحدت بین المللی حقوق چی است و این مورد حرف ما را به کجا خواهد انجامید. خب، حالا تعریف میکنم من وحدت بین المللی حقوق را برای شما، یا توحید بین المللی حقوق را برایتان تعریف میکنم، و بعد این مورد را برایتان در عمل وضاحت های بیشتر را ارائه میکنم. شما تعریف را با خود یادداشت داشته باشید. پس توحید بین المللی حقوق عبارت از آن حالت خاص حقوقی است که در نتیجه آن قواعد و مقررات متحد و شکل واحد برای همه کشورها به وجود بیاید. یا به عبارت دیگر، توحید بین المللی حقوق عبارت از ایجاد قواعد و مقررات حقوقی به صورت واحد از لحاظ شکل و محتوا برای همه بشریت. اما در عمل توحید بین المللی حقوق، محصلان گرامی، به صورت همه جانبه آن ممکن نیست ایجاد کردن در تمام عرصه ها، و اما در موارد محدود ما خواهیم توانست که رو بیاریم و بحث تحت عنوان توحید بین المللی حقوق، محصلان گرامی، که در عرصه‌های متفاوت و کوچکتر مانند اساسنامه روم. اساسنامه روم، محصلان گرامی، در حقیقت یک قانون جزای واحد در سطح جهانی است که بالاتر از 100 چند کشور اساسنامه روم را پذیرفته، که در آن در مورد جرایم جنگی، جنایت علی بشریت و جرم نسل کشی موارد و حرف بحث های در آن گنجانیده شده است. خب، محصلان نهایت گرانقدر، پس ما به این عقیده می رسیم که توحید بین المللی حقوق به صورت کلی آن
به صورت کلی آن در جهان ممکن نیست که مطرح گردد و اما در عرصه های محدود ممکن است. بعد از توافق های یک سلسله توافقات گسترده بشریت بتانند رو بیارند به طرف بحث تحت عنوان توحید بین‌المللی حقوق. حالا مسئولان گرامی برسیم به تعداد نظام های حقوقی در سطح جهانی که چرا تعداد وجود دارد. میاد با ملاک دستبندی نظام های حقوقی چی است؟ ما بر کدام اساس نظام های حقوقی جهان را به بررسی میگیریم و عوامل تعداد نظام های حقوقی در سطح جهان و اصلان گرانقدر چی خواهد بود و این موضوعات را به بررسی میگیریم تا آماده باشند در محور آن ما حتی بحث ها را به صورت اساسی و گسترده شناسایی و این عوامل را با هم بدانیم و بدانیم که چند ساختار حقوقی در سطح جهانی وجود دارد. مؤسسان گرانقدر، ابتدا قبل از اینکه این بحث را من برای شما عوامل تعداد نظام‌های حقوقی را برایتان تعریف بکنم، باید شما ابتدا نظام حقوقی را تعریفش را بدانیم که نظام حقوقی چی است مثلان گرانقدر و بعد می‌پردازیم و دستبندی نظام‌های حقوقی در خانواده‌های بزرگ حقوقی. خب مثلان نهایت گرامی، نظام حقوقی عبارت از مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که به جهت تفشید یا رهبری امور جوامع بشری از طرف حکمای ها، از طرف زعمای سیاسی حاکم در جامعه وضع و تدوین میگردد و تطبیق آن توأم با اجبار است یا به عبارت دیگر مؤسسان نهایت گرانقدر گفته میتونیم که نظام حقوقی عبارت از مجموعه از قواعد ارزشی و ساختاری حاکم در یک جامعه است که بر محور آن قواعد و ارزش‌ها در یک جامعه تعریف می‌گردد. خب حالا مسئله‌ان نهایت گرانقدر، این یک امر بسیار واضح، طبیعی و آشکارا است که در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم ساختارهای متفاوت حقوقی حاکم است و نظام‌های حقوقی اینجا وجود دارد شباهت آنها به هم دیگر یک امر امکان ناپذیر می باشد. بنان گاه گاهی با هم تفاوت های را دارند و گاه گاهی با هم شباهت های را دارا می باشند. بنان طبقه بندی یا هم تقسیم بندی نظام های حقوقی در سطح جهان در خانواده های حقوقی بزرگتر عبارت ساده در نوعی از یک فعالیت علمی و در جهت تجدید مطالعات حقوقی می باشد که ما در این راستا باید کمک ها و اینات داشته باشیم. خب مؤسسان گرانقدر، تقسیم بندی نظام های حقوقی به گونه های مختلف صورت می گیرد. کشورها و یا هم پژوهشگران، علما و دانشمندان به گونه های مختلف به تقسیم بندی رو می آورند و اکتفا می کنند. مثلا وقت ما بیاییم یک خانواده کوچک را جز خانواده بزرگ بشماریم، یه سلسله اصول دارد که در محور اصول، ساختار و مفاهیم، سلسله مراتب قانونی و حقوقی در آن محورها ما گام برمیداریم و یا آن را تعریف میکنیم. خب مؤسسان نهایت گرانقدر، باید با همین مورد را بدانیم و بررسی بگیریم که خب طبقه بندی ها بر کدام محورها صورت میگیرد، معیار و ملاک دستبندی نظام های حقوقی چی خواهد بود. اولین مشکلی که گاه گاه با آن مواجه بشیم و گاه با آن معاملات سرخوردیم و ما را بحث تحت عنوان معیار و ملاک دستبندی نظام های حقوقی است که با کدام معیار و با کدامین روش و طریقه ما میتونیم نظام های حقوقی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و یا تقسیم بندی نمویم و محور آن ما یک نظام کوچک حقوقی را در قالب خانواده بزرگ حقوقی قرار دهیم. مؤسسان نهایت گرانقدر، بل اثر تحقیقات صورت گرفته در جهان معاصر امروزی عملا این مسئله به صورت واضح مطرح می باشد که ما در جهان معاصر بالاتر از 250 نظام حقوقی متفاوت را داره هستیم.
بنان مطالعه بررسی و به صورت اساسی همه این نظام ها کار بسیار مشکل و طاقت فرسای است و با آسانی ما این موارد را نمی توانیم که داشته باشیم. و اما به صورت اساسی و اما به صورت واضح که یک سلسله عوامل باید وجود داشته باشد، ما تا نظام های کوچک حقوقی را در قالب نظام های بزرگ قرار بدیم، در قالب خانواده های بزرگ حقوقی قرار بدیم تا آنها را شناسایی کنیم. مثلا نظام حقوقی افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، امریکا. ما در جهان 210 کشور داریم، در جهان 210 تا 212 کشور داریم. هر کشور چندین نظام حقوقی را محتمل از در خود داشته باشه، مثل ایالات متحده، مثل کشورهای فدرالی، پاکستان، امریکا، چین، جاهای دیگر. و اما پس ما وقت اگر اینها را همه را بدانیم، کار طاقت فرسا و مشکلی است. بنان ما یک سلسله عوامل را داریم، مانند پیشینی تاریخی، نظام اقتصادی و یا هم گرایش های کلی یا برخی بحث تحت عنوان سلسله مراتب قانون گذاری، مفاهیم حقوقی، ایدئولوژی حاکم باعث می شود که ما آنها را تقسیم بندی کنیم. از نظر دانشمندان فرانسوی که در رأس امر نداب دانشمند شهیر فرانسه قرار دارد، نظام های برای طبقه بندی نظام های حقوقی و تقسیمش دو معیار را قرار دارد. اول یک معیار فنی است که ساختار حقوقی در آن از کدام بحث همی باشد یا محتوای آن چیست، و دو ساختار شکلی می باشد. هرگاه نظام حقوقی در این دو محور با هم شباهت های را داشتند، پس ما اینجاست که می توانیم آن نظام را نظام واحد داشته باشیم. به گونه مثال دانتاوی مطرح میکنه، فرضیه را مطرح میکنه که هرگاه منطق حقوقی حاکم و مفاهیم حقوقی مشترک میان نظام ها وجود داشت، پس ما گفته میکنیم که این دو نظام با هم تفاوت های را دارا میباشند. خب و اصلا نهایت گران قدر حالا ساختارهای حقوقی دیگری هم است یا موارد دیگری هم است که معیار و یا هم شاخص برای طبقه بندی نظام ها قرار می گیرند، مانند مفاهیم حقوقی، تقسیمات حقوقی و طرز فکر رایج حقوقی می باشد. خب در هر حال مؤسسان گرامی ترکیبی از عوامل زائد یا هم عوامل وجود دارند که ما بر اساس آن می توانیم معیار و ملاک را برای تقسیم بندی نظام های حقوقی داشته باشیم. معیار و ملاک را برای تقسیم بندی نظام های حقوقی داشته باشه. اینجا دو معیار مند است. معیار اول که در محور سابقه تاریخی، منطق حقوقی حاکم، نهادهای حقوقی ویژه و همچنان منابع حقوقی و جایگاه و ایدئولوژی حاکم است و همچنان عوامل دیگری وجود دارد تحت عنوان مؤسسان گرامی، تحت عنوان بحث عامل سیاسی، عامل اقتصادی، عامل مذهبی، عامل جمعیتی و عامل فنی می باشد که این عامل مطرح است مؤسسان گرامی. خب حالا قبل از این که برای شما عوامل را تحت عنوان عوامل ترکیبی یا موارد متفاوتی که بر محور ما و طبقه بندی رو میاریم که اول سابقه تاریخی می باشد و دوم منطق حقوقی حاکم می باشد و سوم بحث تحت عنوان نهادهای حقوقی ویژه، این را به بررسی می گیریم و بعد از بررسی این مورد می پردازیم و اینکه چرا در جهان نظامهای حقوقی متفاوت وجود دارد. سابقه تاریخی را مؤسسان گرامی از عوامل مهم در طبقه بندی نظام های حقوقی میشماریم، چرا تاریخ نقش مهمی در تعریف ساختارها، نهادها و مفاهیم و منابع حقوقی دارا می باشد. مثلا ما در گذشته مؤسسان گرامی اگر از لحاظ تاریخی به بررسی بگیریم، در جهان دو نوع ساختار حقوقی حاکم بود یا دو نوع قواعد حقوقی حاکم بود مؤسسان گرامی. اولش نظام حقوق غیر اسلامی بود و دوم نظام حقوق اسلامی بود. یا از لحاظ تاریخی ما تمام کشورهای اسلامی را جمع‌بندی میکنیم در محور قوانین اسلامی و تمام کشورهای غیر مسلمان در محور قوانین غیر اسلامی و
همچنان بحث دوم منطق حقوقی حاکم می باشد. منطق حقوقی حاکم می باشد. منطق حقوقی حاکم یعنی استناد حقوقی که حاکم است بر موضوعات حقوقی. از کدام منطق و استناد اینها استفاده می کنند؟ مثلا ما بیشتر در مفاهیم اسلامی منطق اسلامی و ارزش‌های اسلامی را داریم و در نظام غیر اسلامی ما منطق و استدلال و بحث غیر اسلامی را دارا می باشیم. ما از لحاظ نهادهای حقوقی ویژه یا ساختارهای حقوقی هم ما می توانیم تقسیم بندی کنیم نظام‌های حقوقی را. و بحث دیگر سلسله مراتب منابع قانون‌گذاری می باشد که بر اساس آن ما نظام‌ها را تقسیم بندی می کنیم و ایدئولوژی یا دیدگاه خاص سیاسی حاکم بر نظام حقوقی یک کشور می باشد. این هم حرف کاملا اساسی و بهینه است که جا وجود دارد. خب محصلان نهایت گرانقدر، حالا در این محور من شما باید این مسئله را بدانیم که چرا در جهان نظام های متعدد حقوقی وجود دارد او یا عوامل مؤثر بر نظام های حقوقی در جهان چه است. محصلان گرامی، عوامل مؤثر بر نظام های حقوقی در سطح جهان عامل سیاسی، عامل اقتصادی است، عامل مذهبی، عامل جمعیتی و عامل فردی است. و بر این محور ها ما نظام ها را طبقه بندی کرده میتونیم. علاوه از 5 معیاری که لحظات قبل برایتان وضاحت دادم که شامل ایدئولوژی، منطق حقوقی حاکم، نهادهای حقوقی ویژه، سلسله مراتب قانون گذاری. حالا می‌پردازیم به این که دلایل تعدد نظام‌های حقوقی در جهان چی است. اگر ما بخوایم دلایل تعدد نظام‌ها و ساختارهای متفاوت حقوقی را در جهان به بررسی بگیریم و یا آن را مطالعه نماییم، بدین بحث محوری و اساسی خواهیم رسید که عوامل اجتماعی، عوامل شرایط جوی حاکم و باورهای مذهبی سیاسی و فرایندهای اجتماعی حاکم در جامعه عنصر کلیدی و اساسی است در محور تحت عنوان ایجاد ساختارهای متفاوت حقوقی. بنابراین محصلان نهایت گرانقدر، پس بدین عقیده هستیم که هر کشور در محور ساختارهای حقوقی حاکم بر جامعه خیش قوانین را تعریف و مورد بحث و بیان و بررسی قرار می دهد. خب محصلان نهایت گرانقدر، من شما انشاءالله در جلسه هفته آینده عوامل تعدد نظام های حقوقی را و بررسی خواهیم کرد و خواهیم دانست که عامل سیاسی چی خواهد بود، عامل اقتصادی، عامل مذهبی و عامل فنی چی خواهد بود و بدانیم که در جهانی که من شما زندگی می کنیم چند نظام حقوقی وجود دارد. و امید موفقیت های هرچی بیشتر تان منزلان کرام قدر و با امید که درس ها را تعقیب و پیگیری نمایید تا از کاروان عقب نیفتید و از گزند حوادث در امان خداوند متعال جل جلاله بوده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.